با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 11 از ماه نوامبر. در روزهای جمعه مدت 1 ساعت خدمتتون هستیم. امشب در باب در واقع انتخابات در آمریکا صحبت میکنیم، چون انتخابات در آمریکا پیچیدگی هایی دارد که در سایر دموکراسی ها نیست، و اندکی هم در باب آقای ترامپ و وضعیت که در جریان است. در 7 شهر آمریکا دمونستریشن برقرار هست و گویا 1-2 اینها به خشونت هم کشیده. اجازه فرمایید یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما بخوانم و برگردیم سر موضوع. بله، می‌فرماید برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم. بی‌مغز بود سر که نهادیم پیش خلق، دیگر فروتنی به در کبریا کنیم. روی از خدا به هر چه کنی شرک خالص است، توحید ماست که همه رو در خدا کنیم. توحید ماست که از همه رو در خدا کنیم. پیراهن خلاف به دست مراجعت یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم. چون برترین مقام ملک دون شأن ماست، چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم. سیم دغل خجالت و بدنامی آورد، خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم. سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرید، ما را وجوه نیست یا تا دعا کنیم. یا رب تو دستگیر که آلا و مغفرت در خورد توست و در خور ما هرچه ما کنیم. خب خدمت شما عرض میکنم که این انتخابات برگزار شده. یکی از شگفت‌انگیزترین وقایع سیاسی تاریخ آمریکا همین انتخاب آقای ترامپ بوده. هیچ یک از صاحب نظران سیاسی و هیچ یک از مؤسسات آماری به جز یک مورد که لس آنجلس تایمز بوده، اینها برای آقای دونالد ترامپ پیروزی پیشبینی نمی کردن. آقای اوباما که بیشتر از همه کس در مسیر این قضایای سیاسی بوده است، 17 بار اعلام کرد که امکان ندارد این آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور بشود، اما شد. این برای این نخستین بار است که آمار در آمریکا به خطا افتاده و هنوز مردم گیج هستن. یک عده میخوان آمریکا رو ترک بکنن، از یک عده ریختن در خیابان‌ها. و همونطور که میدانید خانم کلینتون، یعنی تعداد آرایی که برای خانم کلینتون به صندوق رفت بیشتر بود از تعداد آرایی که برای دونالد ترامپ بود، و این مطلب 2 بار تکرار شده در مسابقه انتخاباتی آقای بوش پسر و آقای الگور. تعداد آرای الگور خب بیشتر بود، اما اینجا قانون دیگری حاکم است که خدمتتون توضیح میدم. یکی از پیچیدگی های فرایند انتخابات در آمریکا همین عرض می شود که مطلبی است که عرض می کنم، یعنی الکتورال کالج ووت. مخترع این کار در واقع آقای الکساندر همیلتون به حدود 1800 است. لطفاً
تصویر آقای همیلتون، بله، از متفکران بزرگ سیاسی آمریکا در هر شبت که روزگاری که این دولت تشکیل میشد آقای همیلتون است. و توضیح میدم خدمتتون که چرا این داستان به وجود آمد. پیش از این مطلب به عرض شما برسانم و پیش از این هم بسیار گفتم که قدیمترین دموکراسی جهان دموکراسی یونان بوده، به مدت 70 سال هم ادامه داشته، مرکزش هم آتن بوده و این بعد از حمله ایرانیان به یونان، چون همه طبقات مردم مشارکت داشتند در جنگ علیه دشمن، بعد از عقب کشیدن نیروهای ایرانی، اینها آمدن گفتن آقا ما در سیاست سهمی میخواییم. و همین مطلب هم در باب خانمهای آمریکایی صادق است. بعد از جنگ دوم آمریکا همه کارخانه هاش به کار افتاد بعد از حمله پل هاربر به ساختن وار متریال، و به تنهایی آمریکا تقریبا شاید 2/3 وار متریال رو تولید میکرد. خانم ها رو به کارخانه ها بردن در ساختن مهمات و همه عرض کنم که اون چه وار متریال گفته میشه خانم ها چقدر بسیارت کار میکرد. وقتی جنگ تمام شد خانم ها در واقع مصر به احقاق حق خود شدن و آوانتاژ هایی هم البته خب گرفتن. در یونان هم همین داستان بود. دموکراسیش هم دموکراسی مستقیم بود، مثل بسیاری از دموکراسی های امروز. برده ها البته حق رأی نداشتن، به خانم ها هم حق رأی ندادن یونانی ها، مردان بودند، مستقیم رأی می دادن، مستقیم اون شخص پشت میز می نشست. یعنی هر کسی در دموکراسی یونان دولتی بود و پشت میز نشسته بود، مستقیم از طرف مردم انتخاب شده بود. دادگاه داشت، دار زندگی داشت و 70 سال این دموکراسی ادامه یافت و به بردگان البته اجازه رأی نمیدادم تو عرض کردم، به خانم‌ها هم همچنین، فقط آقایان بودند. و این قدیمترین تشکیلات دموکراتیک بوده که ما سراغ داریم. در عصر جدید امریکا قدیمترین دموکراسی ها هست و وقتی اون عده که بنیانگذاران این دولت نامیده میشوند جمع شدن گفتن ما میخواهیم یک دولت علمی برپای کنیم که هرگز سقوط نکند، چون اینها تجارب بسیار داشتند از تاریخ، مردمان فاضل مطلع بودند، اون تعدادی که بنیاد این مملکت رو گذاشتن. و خدمت شما عرض کنم که از کوروش بسیار مایه گرفتن، به خصوص جفرسون که شاید بزرگترین روشنفکران آمریکا بوده در اون عصر، و تاماس پین یکی دیگر بوده است. این جفرسون از شیوه حکومت کوروش درس ها گرفته و این رو منعکس کرده. باری گفتم ما یک سیستم علمی میخواییم در اینجا برپای کنیم که دائم خودش رو تازه میکند و مایه های فکری و تئوریک قضیه از اروپا گرفته شده بود، عمدتاً جان لاک و استوارت میل. اینها خیلی تأثیر داشتن بر دموکراسی آمریکا. عرض شود که جدایی قدرت ها از هم و معدود بودن قدرت رئیس جمهوری و سایر قضایایی که مطلع هستین و اینها در حدود 240 سال پیش اینجا برقرار شد. و بعد آمد سر این موضوع رأی. خب دموکراسی
گفت که بدترین حکومت نوع حکومت در جهان است، اما متاسفانه از اون بهتر پیدا نمی شود. در دموکراسی رأی مثلا آقای آلبرت اینشتاین با رأی مرحوم مثلا جعفری یکیست. به خصوص 200 سال پیش رو در نظر بگیرید که چه میزان عوام در این آمریکا بوده، میزان بیسوادی چقدر بالا بوده. این است که این آقای الکساندر همیلتون و دوستان نشستن دور هم که مشکل رو چگونه حل بکنن. همیلتون بر این بود که آقا رأی عوام خیلی ارزش نداره، ما بایستی که ممکن است که عوام رو فریب بده و اینها برون به کسی که یعنی لیاقت نداره، لیاقت حکومت نداره، به اون رأی بدهند و این نقض غرضه. ما میخواییم کشور رو توسعه بدهیم، چنین رو چنان کنیم. و آمدن و این سیستم الکترال کالج وود رو ابداع و اختراع کردن، کشور رو تقسیم بندی کردن و گفتن بسیار خوب، متناسب با تعداد جمعیت ما این تعداد این آدم ها الکترال کالج وود در واقع آدم هایی رو می آورن انتخاب می کنن، فرض کنید از کالیفرنیا یا فرض کنید نیویورک، آدم هایی که تحصیل کرده هستن، مطلع هستن و شهرتی دارند. و وقتی که فرض بفرمایید که آقای دونالد ترامپ کالیفرنیا رو برد، یعنی اکثریت آرا رو برد، همه این تعداد آدم ها که نمایندگان هستند که بروند و رئیس جمهور رو تعیین بکنند، عرض می شود که جمعاً متعلق می شوند به او. یعنی دیگه چیزی برای خانم کلینتون نمی ماند، کافیست شما تعداد رأیتون بیشتر باشه. اگر اینجا 50 نفر فرض کن نماینده داشته باشد که اینا در همون کالج ووت میگویند، همه اینها میره برای آقای دونالد ترامپ اگر که تعداد آرا بیشتری داشته باشه. یعنی این نیست که به نسبت آرا تقسیم بندی بشن آدما. بسیار خوب، پس اینا رو انتخاب میکنن، میگن 50 نفر اینجا، مثلا 29 نفر در فلوریدا، اینها چنین و چنان. بعد اینها در اون کنونشنی که برقرار میشه قرار بر این هست که اینها برون در اونجا و رئیس جمهور رو معلوم بکنن. اما اینها میتوانن قضاوت بکنن که این آقا لایق ریاست جمهوری هست یا نه و رأی خود رو دگرگون کنن و مثلا رأی خودش رو بده به خانم کلینتون. میگه من تشخیص دادم، که البته بسیار بسیار کم اتفاق افتاده که این نمایندگان که انتخاب شدن از ایالات مختلف بروند اونجا و رأی خودشون رو عوض کنند، نکردن یا من نشنیدم. اما اینها میتوانن بگویند آقا ما 50 نفری که از کالیفرنیا فرستادید، ما رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که این آقای دونالد ترامپ آدم گردن کلفته، آدم بد سابقه است، بد دهنه، فضیلت نداره، اخلاق بسیار بد داره، کلاهبرداره، چنین و چنانه، و ما رأی خودمون رو رفتیم به خانم کلینتون دادیم و اون رو پشتیبانی کردیم. که البته با صدای بلند باید اعلام بکنن، چون این حد نصاب 270 اونجا جاییست که دیگه شما رئیس جمهور شدین، اگه 270 نفر از این آدم ها شما رو پشتیبانی بکنن. حالا یه عده میگفتن که اینها میبایستی به ترامپ رأی نمیدادن، اینها میبایستی که میامدن معترض میشدن، میگفتن آقا این آقا لایق رئیس جمهوری نیست و ما رأی ما نخواهم بدیم به خانم کلینتون، که البته هم چیزی اتفاق نیفتاد. پس این یک دلیلش بوده. دلیل دوم این که آمدن و گفتن اگر ما ریاست جمهوری رو مبتنی بر تعداد
عرض کنم فقط تعداد نمایندگان بکنیم و اونجا در ایالات کوچک که مثلا الکتروکالج باشه یه دو تاست یا یک یا سه تاست مثل ورمانت و دلیور و اینجا اونجا، خب اون کسی که نماینده هست و میخواد رئیس جمهور بشود میگوید آقا من چه نیاز دارم برم مثلا در دلیور که جمعاً مثلا 1,000,000 نفر جمعیت داره وقت خودم رو تلف کنم؟ نه، نیویورک، کالیفرنیا، شیکاگو و فلوریدا رو من ببرم مثلا اکثر آرا رو من خواهم داشت. بنابراین لزومی نمیبیند که اونجا سر بزند، با مردم اونجا صحبت بکند، مردم اونجا بشناسند، این به دردهای مردم واقف بشود و ببیند که در اونجا چه میگذرد، یا به شهرهای کوچک که مثلا جنوب سر بزند. اگر که داستان فقط به تعداد آرا باشد این عیب هم درش پیدا میشه. بنابراین این سیستم رو پذیرفتن که البته دموکراسی های اروپا معمولا دموکراسی های مستقیم هستن، مثل همون یونان قدیم بر تعداد آراست، هر که رأی بیشتری بیاورد اون نخست وزیر یا رئیس جمهور میشه. اما اینجا در همین چند سال گذشته دو بار دیدیم که یک شخصی رأی بیشتری داره اما نبرده، مثل آقای الگور که محروم ماند و حیف بود، بسیار بسیار مرد بزرگی بود این آقای الگور و وقتی شکست خورد ناامید نشد و در باب گلوبال وارمینگ یک فیلم ساخت. آدم های لایق اینگونه هستن، با یک شکست کوچک از میدان فرار نمی کنن. هم جایزه اسکار گرفت هم جایزه نوبل بابت اون فعالیتی که در باب درست بعد از شکستش راه افتاد، ننشست. الگور هنوزم فعال هست، هنوزم به کهنسالی نرسیده و شانس ریاست جمهوری برای او هست. بنابراین لازم بود که مخلص این توضیح این پیچیدگی این الکترال کالج بود رو خدمتتون بدم و سخن بسیار هست که این عوض بشه، این سیستم عوض بشه و این دیلما پیش نیاد که یک کسی آرای بیشتری داشته باشه اما محروم بماند. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم و برگردیم سر داستان آقای دونالد ترامپ که چگونه ایشان رئیس جمهور شد و چرا خانم کلینتون رئیس جمهور نشد در این دوباری که شرکت کرد. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب انتخابات صحبت میکنیم. در این فاصله اجازه بفرمایید عرض کنم که این کتاب زندگی و زمانی احمد کسروی نوشته آقای امینی رو بنده فرصتی پیدا کردم و مروری کردم. کتابی است جامع و اگر کسی علاقمند هست به دانستن در واقع جزئیات حیات مرحوم علامه احمد کسروی، کتاب بسیار بسیار جذاب و جالب و جامع و مانع است به قول قدما. و نوشتن در برگیرنده زندگانی من که خاطرات خود کسروی است، 10 سال در عدلیه که اون هم در همون کتاب البته هست، چرا از عدلیه بیرون آمدم، و نوشتن بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افزوده‌ها آقای محمد امینی.
دوست عزیز ما که این کتاب آخرشون هست. در این کتاب بعد زیرنویس های مفصل بسیار راهگشا و شعرهای بسیار بسیار جالب. این کتاب قریب 580 صفحه است. حالا در یک فرصت مقتضی ما بخش از این کتاب هم خدمتون خواهیم خواهد. خب برمیگردیم سر این داستان عجیب و غریب و تا کنون سابقه نداشته است که شخصی بدون سابقه سیاسی و نظامی، حداقل سابقه نظامی این هست که سربازی رفته باشه، این آقا نه سابقه سیاسی داشته، نه در هرگز در انتخاباتی شرکت کرده، نه شغل دولتی داشته. پدر ایشون گویا چندین سال پیش 70 میلیون دلار در اختیار اینها قرار میده، ایشون هم میذاره بساز و بفروشی و هر ظلمی هم که از دستش میومده در حق کارگران میکرده و سیاهکاری بسیار داره ایشون در پرونده. همکنی که ما صحبت میکنیم دو پرونده بسیار قطور داره که حالا معلوم نیست که سرنوشت این پرونده چه خواهد شد. خودش میگفت من امید من اینه که من بعد از یک قسم خوردم و رئیس جمهور شدم رسما به اینا رسیدگی بشه و پیش از آن نشه، و این همچین چیزی ما بیاد نداریم. آقای جورج بوش پسر یک بار گویا مشروب خورده و پلیس او رو نگه داشته و بهش جریمه داده، این را آوردن علم کردن و بیرق کردن. اینها یه خانمی آمد گفت که این آقای کلینتون با من رابطه نامشروع داشته زمانی که در واقع ایشون متأهل بوده و ازش قبول نکردن. چیزهایی که در برابر اعمال آقای ترامپ خیلی چیزهای کوچیک است و هیچ کس تصور نمی‌کرد که ایشان برنده بشه. حالا معترضه عرض کنم، امروز Veterans Day هست، دو روز برای سربازان در آمریکا در نظر گرفتن. یکی Veterans Day معنیش این هست Veteran کسی است که در واقع در نیروهای مسلح آمریکا خدمت کرده، و Memorial Day برای کسانی است که به جنگ رفتن و زنده باز نگشتن. بنابراین این دو روز خاص جنگ رفته هاست و این Veterans Day کسانی که خدمت کردن در سربازی، به نام اونها. در واقع همه چیز اینجا به مردم مربوط میشه، مثل ما نیست که همه چیز به دین مربوط میشه. تعطیلات ما دینی است و اون چه ملی است بعد از 2500 سال یک نوروز هست و یک سیزده بدر هست و دیگه چی؟ شما بفرمایید. خلاصه مطلب، امروز روزی است برای کسانی که خدمت نظامی کردن. آقای ترامپ چنین سابقه ای رو نداره و نداشته. ما جنرال آیزنهاور رو داریم که ایشون هم سابقه سیاسی نداشت، اما حداقل اینه که جنرال بود، در واقع فرمانده کل قوا بود و شغلش هم در واقع شغل سیاسی بود. یعنی آیزنهاور شغلش این بود که این کوالیشن رو نگهداری بکنه که نفاق نیفتد بین، فرض کنید، نیروهای آمریکایی و انگلیسی و نیروهای روسی، و اینها مجموعاً با هم بتوانند نازی‌ها رو شکست بدن. و وقتی هم آمد اولین شغلش ریاست دانشگاه کلمبیا رو به او دادن آیزنهاور، و بعد هم که رئیس جمهور شد نیکسون کتاب جالبی دارد. کتاب اولش میگوید که ما با جنرال رافت دادیم، حالا داریم تبلیغات انتخاباتی میکنیم، ایشون با
5 تا ستاره راه افتاده. گفتیم جنرال این رو در بیارین از تنتون، آخه شما الان کار اینطوری. گفت که یه نامه نوشت به سنای آمریکا، لباس در آورد و یعنی استعفا کرد و از ارتش و لباسش در کرد. گفت من هر چه حرف می‌زدم مثل که نمی‌فهمید. گفتم به زبان ارتشی باید صحبت کنم. گفتم جنرال دشمن سخت متحد شده و ممکن است به ما شبیخون بزنن، ما رو غافلگیر کنن. گفتم شبیخون و غافلگیر و دشمن و اینا واژگان ارتشی، حواسش جمع شد. چون گفت به مدت چند سال فقط ادبیاتی که شنیده بود ادبیات جنگی بود. باری اینا حالا به بحث ما مربوط نمیشه. آقای ترامپ عرض می شود که آدمی بود، آمد و یک چیزها گفت که تازه بود، مزخرف بودن ولی تازگی داشتن. فرهنگ آمریکایی همونطور که بارها گفتم دوستدار چیز تازه است. استاتوس کو یعنی وضع موجود. وضع موجود اگر بهترین وضع باشه باز دل آمریکایی پر میزنه برای چیز جدید. ما به این فروشگاه آمریکایی سر بزنیم میبینیم که برمیداریم شامپو نوشته نیو. حالا نیو نیست که، شامپو که صد جور فرمول نداره، همونه، همون پارسالیست، اما این نیو رو دو برابر قیمت میخره. ما شرقی ها چون همواره از آینده ناامید بودیم برمیگردیم به عقب، چیزهای قدیمی تر رو میگیم، اصیل بودن و خوب بودن و محکم بودن و تقلب درشون نبود و اینها. آمریکایی چیز جدید آمد، چیزهای جدید گفت که البته در بعض موارد حق داشت که میگو بی سیاست مدارا کار نمی کنن. میان رأی مردم رو میگیرن و به محضی که انتخابات تمام شد و رفتن واشنگتن و قدرت رو به دست گرفتن دیگه مردم فراموش می‌کنن، اون قول‌ها هم که دارن فراموش می‌کنن. بنابراین اون طبقه متوسط آمریکا داره فقیرتر میشه، فقرا روی هم دارن فقیرتر میشن، ثروتمندان کلان اینها که تعدادشون که آقای سندرز میگفت که اینا 10 نفرن 15 نفرن حد اکثر ثروت رو دارن، روز به روز اینا از پولشون بیشتر میشه، اونا کمتر. و اینکه 70,000 کارخانه یا 71,000 کارخانه از آمریکا بیرون رفته، به چین رفته، به مکزیک رفته، از این جور صحبت ها کرد. و مردم هم دیدن که این آقای چیزهای تازه داره میگه، بعضی حرفاش هم مثل حرفای خمینی بود، برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم و زندگی معنوی شما را چیز میکنیم. بله بیوشه تابید، غفلت به قصد پشیمانی است. و هیچ سیاستی رو تحلیل نمیکرد که من مثلا میخواهم دیوار بکشم چگونه. میخواهم که این کارخانه ها رو برگردانم، چگونه میخواهید برگردانید، اینا نبود. اما یک هیبتی داشت و از نظر ظاهر داره دیگه، یه مرد ملی میلیاردریه و ازش قدرت تشعشع میکنه. وقتی هم که جامعه دوچار ضعف میشه و اندکی مایوس میشه و اعتماد به نفسش رو از دست میده، آدم های قوی رو که اعتماد به نفسشون بالاست و قولهای در واقع قولهای خیلی بزرگ میدن به جامعه، معمولا مردم او رو میپسندن و پشت سرش جمع میشن. یکی از جاذبه های رضا شاه همین بوده، مرد قوی بود، حرفای بزرگ میزد، میگفت من امیر کبیرم اما نه امیر کبیری که بتوانند مرا بکشند. مثلا بسیاری از روشنفکران و مردم که میشنیدند در ابتدای کار بسیار علاقمند بودند به ایشون. باری یک مردی آمده با این هیبت و هیئت و این حرفا میزنه، مردم شروع کردن گوش کردن. یکی دیگر از دلایلش این که این مملکت هنوز درش متعصبین هستن و گروهی بسیار ناراضی بودن که یک مرد سیاه‌پوست در کاخ سفید 8 سال حکومت کرد.
تمام دشمنی که این سناتورهای سفید پوست با سیاست‌های اوباما می‌کردن که نذاشتن این بیچاره کاری انجام بده، بابت بد بودن سیاست‌هاش نبود، بابت سیاه بودنش بود که این مجبور شد این اواخر از قدرت رئیس جمهوریش استفاده کنه و بعض دستورات رو بده و بعضی کارها رو برای مردم انجام بده به پشتوانی executive power که حالا وقتی این کار چنین کار انجام میشه، مثلا فرض کنید که آقای ایکس رئیس جمهوره، یه قانونی رو میخواد در واقع تولید بکنه که به بچه ها نمیدونم صبحانه بدن، مثلا فرض کنید. وقتی سنا مخالفت بکنه این رئیس جمهور کار نمیتونه بکنه، فقط یک کار در دستش هست که قدرت رئیس جمهوریش با دستور شخص رئیس جمهور این قانون به انجام میرسه. البته مشکلش این هست که رئیس جمهور بعدی خیلی به سهولت میتونه که این رو خط روش بکشه. بنابراین وقتی یک آدمی آمده که نمونه کامل یک سفید پوست غربی است و اون موهای بلاند و ثروتمند هم هست، یک هواپیمای جت اونچنانی هم سوار میشه، نمیدونم خب منزلی که درش میخوابه نمیدونم 560 و همه چیز اونجا تلاس، اینها این مثل اینکه آب خنکی بر جگر متعصب بعضی آدم ها میریخت و گفتن این اون آدمی است که ما میخواهیم، ما یک همچین شخصیتی میخواهیم در کاخ سفید. هنوز نجات پرستا در آمریکا فعال هستن و این دیوید دوک یکی از این مشاهیر متعصبین هست، از این آدمخورا. این با این آقا دوستی که فکر نمی کنم، ولی این آمده بود از اون تعریف میکرد. یکی دلیل دیگرش هم همین بود. یک دلیل دیگر هم ضعف آقای اوباما. بسیار مرد نازنینی است، انسان بسیار بزرگی است به نظر من به لحاظ فضیلت‌های انسانیش، اما در امور سیاست خارجی خب ضعیفه، سیاست خارجی ضعیفه، نتوانست کاری انجام بده. کار مهمش و لگسیش و از قول خودش به قول خودش یکی ماجرای ایرانه و تا اونجایی که به سیاست داخلی مربوط است کار مهمش عرض کنم که این بیمه ایست به نام اوباما کیر که انجام داد. و یکی هم این که وقتی این حکومت رو تحویل گرفت از جورج بوش مملکت ورشکست شده بود، یعنی بعد از اون ورشکستگی مشهور 1930-32-33 این چنین وضعیت نابسامان اقتصادی در آمریکا دیده نشده بود. این آقای اوباما آمد و کار رو روبراه کرد، شرکت های عظیم مثل جنرال موتور و فورد و اینها، کرایسلر و اینها دیگه ورشکسته شده بودن. بعد دوباره آمریکا شماره یک شد در دنیا در تولید اتومبیل، به اینها قرض داد، مدیریت رو زیر نظریه یه کارشناس فنی گذاشت. این هم یکی از اون کارهایی است که ایشون کرده و بهش مینازه. و اوباما ما ندیدیم رئیس جمهوری، یک رئیس جمهور کار روزمره کاخ سفید رو معطل بگذارد و برود با مردم صحبت کنه به این شدت و حدتی که ایشون میکرد که یک نفر رئیس جمهور بشه. ما دیدیم ریگان پشتیبانی بوش پدر کرد، دو سه کلمه گفت، چند بارم گفت، اما راه نیفتاد. این هم وارونه عمل کرد، به گمان من وارونه عمل کرد. این یک تصویر ضعیفی از کلینتون به دست میداد چون از حد گذشته بود. چرا حالا آقای اوباما این کاری میکرد؟ حالا قطع نظر از دوستی خانواده کلینتون و خانواده اوباما، به جهتی میخواست که این حکومت رو
به یک دشمن تحویل نده. حالا دشمن که عرض میکنن دشمن توپ و تفنگی نه، ولی اینا با هم مخالفت شدید دارن، بسیار دشمنی دارن. با این کارهایی که کرده کسی نیاد بر اینا خط بطلان بکشه، و خانم کلینتون قطعا دست نمیزد به این اوباما که قطعا تغییری در اگزیکیتیو اوردرهای آقا تغییری نمیداد. اما خب این ترامپ میاد تمام این داستان اگزیکیتیو اوردر میتونه خط بکشه و خیلی خیلی مرحمت کنه از این اوباما که شاید دو موردش رو نگه داره و بقیهش رو باطل کنه. سنا و لوور هاوس به قول معروف مجلس نمایندگان هم خب قدرت ریپابلیکن ها بسیار شده و اینا می توانن اینها رو قانون کنن و عرض شود که در واقع خط بطلان بکشن، ریپیل کنن. و این خیلی برای آقای اوباما بده. مثل این است که شما 8 سال زحمت بکشید یه کاری انجام بدید تو جامعه، بعد یه کسی بیاد اینا رو پاک کنه. اینه که خیلی زور زد آقای اوباما و خانومش هم خیلی فعالیت کرد. آقای وایس پرزیدنت آقای جو بایدن که اصلا اهل دلیور هست و قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاد ایشون سناتور بوده در سنای آمریکا، هنوز هم هست و مرد بسیار خوبی آقای جو بایدن، اینا راه افتادن. من فکر میکنم زیاده از حد اینا تبلیغات کردن برای کلینتون و خانم کلینتون دروغ زیاد گفت و ضربه آخر رو این رئیس CIA وارد کرد. چون آمد گفت ایشون تحت اینوستیگیشن هست، بعد آمد گفت نه ما نگاه کردیم چیزی نبود. و درست موقعی که مردم داشتن رأی میدادن این آقا آمد گفت بله ما نمیدونم 600 هزار تا دیگه کش کردیم، خانم کلینتون زیر تحقیقات این زیان فوق‌العاده وارد کرد خانم کلینتون، مردم بسیاری بسیاری در واقع روی برگرداندن از خانم کلینتون و رأی ندادن، رأی ها رو به آقای دونالد ترامپ دادن و تمام محاسبات تاریخی غلط در آمد. 3 ایالت بود که قرار بود اینا رو خانم کلینتون ببره، ایالت های دموکرات که همواره به دموکرات ها رأی داده بودن، این 3 ایالت همه به آقای ترامپ رأی دادن، در حالی که ترامپ فقط یه مش شعار داده بود زندگی شما رو خوب میکنی، تولید کار میکنی، کارخانه ها رو برمیگردانی، ما نمیشویم فورد کارخانه جاتش رو ببرد به چیز به مکزیک، مکزیکی ها سر ما کلا میذارن، چینی ها دارن ما رو فریب میدن. از این حرفا ما آمریکا رو دوباره به عظمت گذشته میرسانیم. ما به کسانی که در راه این مملکت مثلا علیل شدن، همین وترن ها و اینا، به اینا رسیدگی میکنیم، چنین و چنان میکنیم. همش حرف کلی بود. و عجب اون که یکی از این حرفایی که این آقا زد که با فحش توأم بود، با تحقیر آدم های چلاق توأم بود، با تحقیر زنان توأم بود و هر نوع رذیلتی که شما تصور بفرمایید در حرف و سخن آقا بود، هر چه اینا میگفت مقبولیتش هم بیشتر میشد، به جهت اینکه مردم خسته و بیزار از سیاستمداران واشنگتن بودند. حالا هر دم از این باغ بری میرسد، این آقا یک آدمایی رو آورده و کابینه تشکیل داده، آدماش هم خنده دارن، یکیش آقای بولتونه مثلا ماشاءالله، یکیش آقای جولیانیست که این شهردار نیویورک بود زمانی که برجای دوقلو رو زدن، و چند نفر دیگر، یکیش آقای نیوت، بهترینشون آقای نیوت گینگریچ هست. نیوت گینگریچ سپیکر آف ده هاوس، یعنی رئیس مجلس نمایندگان، مردیست تاریخدان و شما هر موقع به حرفایشون گوش کنید یک نکته تاریخی می آموزید.
ایشون رو میخوان وزیر امور خارجه بکنن و این آقای شهردار نیویورک رو، جولیانی رو، دادستان کل، اتورنی جنرال، یعنی در واقع آدم هایی که از او پشتیبانی میکردن رو آورده و اون آقای کریستی که در نیوجرسی اگه اشتباه نکنم گاورنر بود اون رو آورده و مستر پنس که گاورنر ایالت ایندیانا باید باشه و بسیار بسیار مرد مجرب و بسیار بسیار انسان خوبی است این معاونی که آقا انتخاب کرده و واقعا اعتباری شده برای آقای دونالد ترامپ و دیداری داشتن اینها با آقای کلینتون در کاخ سفید، دیدنی بود واقعا. بین این دو نفر خیلی 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 نقار عمیقی بود، اما مجبور بودن چون اینجا قانون بر همه چیز حاکم، مجبور بودن بنشینن و آقای ترامپ خیلی سپاسگزاری کرد و آقای اوباما رو بسیار ستود و گفت من خواهش میکنم که شما با من همکاری کنید و من به شما در شما در تماس خواهم بود، چنین و چنان حرفای مهربانانه و از این حرفا، و کار به اینجا رسیده است. حالا ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار و یا واره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. به زودی اون چه در دیگه میاد به کمچه و از همون صد روز اول که معمولا مشهور هست در زندگی هر رئیس جمهوری ما خواهیم دانست که کار آقای ترامپ به جایی میرسد یا نه. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سفر عزیز سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن. اون چم شنیدی صدای خانم هایده بود به انتخاب سفر گرامی. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.